بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با سکندر از غری آگاه امور نظامی که در استودیو با ما هستند آقای ازغری سلام با شما به برنامه ما خوش آمدید آمارها نشان دهنده ای هست که در یک ماه 300 تن در حمله های هدف ما ما اینها جان را از دست دادن و نزدیک به 350 تن دیگر هم زخم برداشتن و این یک افزایش 20 درصدی را نسبت به ماه فوریه در ماه مارس نشان می ته. چقدر این وضعیت نگران کننده است و فکر می که چی باعث شده تا آمار اینقدر بلند باشه بسم الله الرحمن الرحیم با هر سلام خدمت شما و همکاران شما و بینندگان تلویزیون تلویزیون امیدوار هستیم که هموطنان عزیز ما صبح خوبی را آغاز کرده باشند جمعه را بدون کدام حادثه و یا... تلفات با و جواب سوال شما که برای همه گی معلوم است که پروسه سلح روی دست است و دشمنان و مردم افغانستان به خاطر از اینکه چطور بتوانند مردم بس تو در به بخاطر خاطر فشار آوردن سر دولت افغانستان وضعیت نوام بسازن اونا دنبال از اون نیستن که کی کشته میشه کجا و ایران میشه کجا نمیشه این که صورت میگیره ای تو رای ادبمندانه یک صورت میگیره ای کشتاری که صورت میگیره یا آمار آماری که داده شده شاید حتی بیشتر هم بوده باشه تلفات از این بخاطر از اینکه ای کار دشمنان مردم افغانستان میکنن نمیخواید صلح در وطن بیان نمیخواید که امنیت تامین شود در وطن و در ارتباط نیروهای امنیتی مختلفات میتونن ناگزیر رسن در دفاع از وطن وقتی که بالا از این عملات میشه اینا ناگوزی رسن به دفاع بپردازن یا برند در پیش تحرکات خود شروع کنن به خاطر دفاع و خاطر پیشروی دشمنان مخ... دشمنان مردم مردم افغانستان طرفات وجود می داشته باشه ولی کار کار دشمنان و مردم افغانستان ما شاهد پروسه صلح هستیم ما شاهد ازی بودیم که تا در دوحه که پروسه صلح بود پروسه صلح بر که قرار گرفت و شکست مواجه شد که حال پروسه صلح دیگه که جلسه دیگه که در ترکیه میشه مردم ما امیدوار صلح هست مردم ما با مردم ما نام صلح را که مشتا کسی که از نام صلح یاد میکنه هم مردم علاقمندی نشون میده از او حمایت ولی مردم دشمنان و مردم افغانستان است که صلح را نمی خواهن. امیت امنیت مردم ما رو خاک خون میکشانن با دستور بیگنا با دستور استخبارات بیگنا اما وطن خدا و ایران میکنن هم مردم خود میکشن این طرفاتی که آمار که شاید شاید از بیشتر باشه به خاطر اینکه طرفات در بعض نقاط هیچ گزارش داده نمیشه در بعض نقاط هیچ کس خبر نمیشه در, جایی که طالبا حضور دارن در مناطق مردم های ملکی را به شهادت میرسانن در اونجا موضع میگیرن وقتی که جنگ در جنگ در جنگ, در جنگ شورور میشه اونجا طرفات بیشتر میشه آیا نشانده هندی عزیز که راده برای صلح وجود نداره؟ مردم مختلف دار صلح است و این نشان دادی ای نشان دی این از که این طالب طالبان که میخوان صلح را طالب با فشاری که با ملی از طرف ایالات متحده آمریکا یا از طرف ایالت متحدی کشورهای خارجی بالا از اینا میه اونا ناگذیر هستن که بیاند پروسی سلح بیان شریک شدن در جلسات آذرشان ولی اگر اونا بخواین سلح تحمیل اگر بخواین امیت تحمیل شد بهترین باید چیز اول امیدوار کنندی از اینکه که مردم باورمند شد جهان باورمند آتش بس است که خونریزی قطع شود اول خونریزی باید قطع شد آتش بس آتش بس صورت بگیر باز برن طرف پروسه سلح ولی امیدوار هستم که پروسی ترکیه نتیجه بتا استانبول جلسه نتیجه بتا درست اما در شرایطی که سال از یک طرف تلفات از دیگه طرف حملات از دیگه طرف فکر میکنین که چقدر میتونه خود همی پروسه سال را چون این وضعیت صدمه بزنه؟ چقدر باورمندی را صدمه, صدمه زدن؟ همی دولت صدمه زدن است. همی, همی طرفات که هست، همی جنگ که هست، همی ترور های عدب که هست، همی مینه کنار جاده که هست، همی مسیر های شا، شا، را که خراب کردن و چک پای نداختن مخالفین از راه را مردم اذیت آزاردن، این خودش یک صدمه زدن هست. مردم بی باور، مردم بی اعتماد می سدن. ولی امیدوار هستم که یک نتیجه مثبت خوبی بتا بر مردم ما مردم ما از جنگ خسته شده مردم ما همیشه طرفدار صلح بوده که ما از صلح حمایت میکنیم و امیدوار هستیم که یک نتیجه مثبت بده و از جامعه جهانی به ایالات متحده آمریکا و تقاضا میکنیم به نمایندگی از مردم افغانستان که در این پروسه دقیق شان سر از پروسه دقیق باشن و فشار از آمیان مخالفین افغانستان بخواند که فشار بار از اینا بیان که در پروسه صلح حاضر شوه و آتش قبول کنه درست و اگر فشار وارد نشه و یا هم در جریان مذاکرات که صورت میگیره نشسته که در انقره است یک آتش بس و کاهش خشونت صورت نگیره فکر میکنن که مذاکرات در چنین حالت میتونه نتیجه وقتی که آتش بس آتش بس صورت نگیره <تصفح> کشتار ادامه داشته باشه و ایرانی ادامه داشته باشه اصلا مذاکره معنی نداره چون که ما در, در تجربه شد برای ما در دعا در دعا هم همه مردم ملاقمندی نشون دادیم اما طرفداری کردیم و حالا ملاقمندی که میدیم از پروسه صلح میکنیم ولی اگر آتش بس نشه چی معنی نداره وقتی وقتی معنی داره که اول آتش بس شه خونریزی قطع شه آدم کشی قطع شه و ایرانی قطع تشا باز بعد از او مرد که امیدوار کننده است و بیشتر ماوش بیشتر ماوشاره کردم که باید سر آمیان طالبا فشار آورده شود و آمیان تالبا که آمیان طالبا که طالبا را حمایت میکنه بالا از اینا فشار آورده شود و که اونا بالای طالبا فشار بیارن که آتش جنگ کاهش پیدا کنه و آتش برش صورت بگیره و در, در پولیک به مذاکره صلح یا تن بتن در غیر از او جنگ دوام پیدا میکنه جنگ شورور میشه و اگر یک فکر کنه که ما به با با در جنگ گویا وطن تصرف میکنین می... را کور دین و ایر اشتباه میکنن و نه تصرف کرده میتونن بجز ویرانی بجز قتل و دیگه چیزی نمیشه درست درست پس چه باید چا و هر دو طرف هر دو طرف بود افغانستان با نیروهای امنیتی خود ما هست ما بالای نیروهای امنیتی خود باورمند هستیم نیروی نیروهای ما از خود شجاعت و پایمردی نشان می دهند و حمایت می مردم افغانستان ولی این را باید مخالفین باید گذشت کنند مخالفین باید در پروسه صلح بیان تن بتن اول آتش بس باید فشار آورده شود در غیر از او این و یک پیشنهاد دیگه هم برای رئیس جمهور و شورای امنیت و سرقمندان الهی قائم الصلاه این است که از حالت مدافع برند از حالت مدافع برای وقتی که دشمن ما را در مقابلش باید تحرکات داشته باشیم که به با جواب دادن برشان برشون داده شود از مدافع برند تحرکات برن به خاطر اینکه برای اینا جواب دادن داده شود یعنی نیروی دیگر دیگه حالت دفاعی معنی نداره حالت دفاعی ما, ما همیشه دست خود بسته کنیم بیا ما بکشن نه ما باید ترکات خدا پیش از کنارت تاریکات داشته باشیم ما تاریکات اینجا انجام بدهیم که باید دیگه سر جایشون بینی دیگر, دیگر همچه بازور این اوله پروسه سال بیارم. اول خوب بیم باز باز با, 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 با میانجیگری یک صورت میگیرم بیم با, با, با پروسه سال بپایویم. در غیر از این که اگر با پروسه سال نمیاند و آتش باس نمیکنه که ما رو میکشند باید بازور این اوله با, با, با چه سر جایشان بیشانن. ما میتوانستیم که همچه چیزای سرای بینی. درست. اما اگر بر بگردیم به نهادهای امنیتی افغانستان حالا همین وضعیت وجود داره ولی نهادهای امنیتی افغانستان چه باید بکنن تا اگر نمیتونن همه ای تلفات را جلوگیری بکنن ازش حداقل کاهش در تلفات را داشته باشیم ما از نگاه نیروهای امتی هیچ مشکل نداریم نیروهای امتی بسیار شجاع قر... شجاع از قهرمان است چرا که در طول مدت نشان دادن نیروهای امنیتی پرنای دشمن خونسا ساختن دشمنان افغانستان پلان داشتن که شهرها و ولاسوالیا و قریا و قصبات اکثرش تصرف کنند ولی نتونستن جواب پیدا نشکن بر از توسط نیروهای امنیتی با حمایت مردم افغانستان برشون داده شد و, م... و یک موضوع دیگه است که باید دولت افغانستان رهبری رس... افغانستان سر تعیناتی که میشه تدا... متوجه که شایسته سالاری کنند که عب... واسه سالاری نکنم ما همیشه یارپ زدیم ولی با خاطر مردم با خاطر نجات مردم با خاطر وطن بی که کسای, کسای که قدرت توانایی کار نداره اونار سرجاشون بشانیم و کسایی که قدرت توانایی کار داره رو روی در روی کار بیم یک تی دو افراد و آشخاص هست که بسیار قدرت توانایی کار داره مدیریت داره ولی در نظام اصلا ما سالاد داره سالاد نداره در جای است که اونا اوجا یک بدر با نمیخوره باهت اونا در جای باشه یک بدر با بخوره و که قدرت توانایی کار مدیریت داره. و یک تی افراد آشخاصی که بازنشسته است که اینها قدرت توانایی کار داره از یها استفاده شوه در نظام برن ایارا جذب کنن تا بتا بتا بتانیم که جلو همچه یک چیزی گرفته شوه و یک بی با با به تقاضای مردم پاسخ داده شود به تقاضای مردم پاسخ داده شود وقتی که که مردم داره به خاطر اینکه مردم وقتی که به تقاضای مردم پاسخ داده شود مردم از اونها حمایت میکنه مردم زیاتر هم در حالی که مردم امیال نیروی امنیتی خود مردم حمایت میکنه و در و در حالت بیشتر حمایت من مثال میذارم جلال در جلال آباد یک در مردم تقاضا داره که مثال فلان کس فلان کس بیای ولی همچنین باید دولت به با این پاسخ مثبت بده ولی مثال میتونه در یک ولایت دیگه در هر ولایتی که هست که مردم تقاضا داره اگر تقاضای مردم پاسخ مثبت داده شود خواست مردم برآورده شود که کسایی را تقاضا دارند اونجا گماشته شود که همکاری بیشتر مردم هم باشه باید موضوع دیگه موضوع ارگانای کشفی و استخباراتی باید تقویه شود وقتی که دشمنان مردم افغانستان میخواهند که پلان داشته باشند پیش از یک ما آنقدر باید فعال باشیم که پیش از اینکه اونا پلانشون تطبیق ما کشف داشته باشیم پیش از او باید جلوش بگیریم و ارگانای کشفی و کشفی استخباراتی ما افراد مسلکی و شایسته باشد که قدرت توانای کار استخباراتی را داشته باشه و موضوع دیگه که برای کارمندان است استخباراتی که در کار میکنن باید امکانات های اپراتیفی داده وقتی که امکانات های داده شه، اینا بیشتر خوب کار میکنن و دیگه موضوعی که بین مردم کار صورت بگیره درست از مردم حمایت میکنن ما از مردم یزی خود تشکر میکنیم کل از برکت دستاوردهایی که نیروهای امنیتی داره از برکت مردم است ولی این وظیفه نیروهای امنیتی است ولی باید چی باید کرد که بین مردم کار صورت گرفت که مردم اعتماد مردم بیشتر باید جذب کرد که تا جلو هم چه چیز گرفت مثال یک جای که انتاری میشه و این خود دفتر نمیاد که لحظه بیه. چند روز پیش میاد پلان میگیره یک جای جواب میشه. یک جای پلان میگردی. وقتی وقتی اگر ما نفوس بیشتر داشته باشیم، امکاری امکاری خوبتر از مردم داشته باشیم، بین مردم نفوس داشته باشیم، اونا پیش ازی که پلان خود تدبیر کنند مورد جلوش میگیریم. ولی باید دیگه سه کار صورت بگیره. یک افراد مسلکی کاردار داره، افرادی شایسته کرداره یا به ماست که افرادی مسلکی گمشته شو، افرادی که با وسط او بازور میان، با خاطر پول بلدینگ قصر میان، اینا نباید باشی. ممنون. کسای باشه که صادق به وطن باشه و وفادار به وطن باشه و فامیلش دیجه باشه درست ممنون از حضورتان آقای ازغری